توی مسیر به سمت از پایین به سمت جانپنا یک همچین تونل هایی رو سالیان پیش کنده شده، الان تاریخش خاطرم نیست، ولی کار بزرگی بوده تو زمان خودش. آلمان ها انجام دادن، منو یاد اون تونل های در واقع کنار خط آهن لرستان میندازه و جاده رضا شاهی. زیادم از تعدادشون برای طولانی هم. امروز 23 یونیه 2019 هست. من امروز صبح از اون پایین که الان پشت ابرها هست و پیدا نیست حرکت کردم و تمام این یخچال برفی رو اومدم تا رسیدم پای این دیواره و از این دیواره با در واقع تکنیک سنگ نوردی مثل این آقایی که داره میاد بالا تا اینجا اومدم. حدود یک ساعت دیگه به قله باید برسم. این هم خودم هستم. توی مسیر که به سمت جانپنا در واقع گلدن تالار رو میریم، اینجا یک موزه ای هستش که سال 2011 درست شده. کلیه تلاشایی که روی سویش پیتزا انجام شده در ارتباط با بازگشایی های مسیرها، تونل زدن ها، وسایلی که استفاده شده توی این مسیر، یا اولین راهنمای کوهستان که اینجا این آقای کجاست اسمش؟ آقای در واقع یوهان باپتیست بیبل بوده که 1789 به دنیا اومده، ولی در واقع تو این تاریخ ها راهنما بوده. این اولین چیزایی هستش که اینجا بوده، این اولین ساختمان هایی که جای پناهگاه فعلی هلند تالنگاهوته هست. این خیلی قدیمی است، 1908 بعد از اون پناهگاه دوباره بازسازی شده. آدم هایی بودن که توی این راه تلاش کردن اینا رو ساختن و در واقع این تونل ها و این مسیر ها تقریبا سال 1902 شروع شده، 1905 به پایان رسید، تقریبا همزمان با همون تونل ها و در واقع جاده های کوهستانی سختی که توی راهن شمال به جنوب توی لرستان و خوزستان توسط آلمان ها ساخته شده که هنوز بقایاش به نام جاده رضا شاهی هست. این ابزارهایی هستش که اینجا هستش و این ارج و عزتی که در واقع آلمان ها به ویژه آلمان ها حالا اکثرا اروپایی ها برای همه چیزشون قائل هستند.